یه حسی میگفت این جاده ما رو به جای خوبی میبره. رفتیم تا ببینیم به کجا میرسیم. اوایل جاده به مزرعه رسیدیم و خیال کردیم این جاده مزرعه است، ولی راه ادامه داشت. ما هم ادامه دادیم. کشاورزا داشتن کار میکردن و لابلای بوتهای زیبای خربزه قدم میزدن. با یکیشون حرف زدیم و از کار کشاورزی و پرورش خربزه پرسیدیم. اون هم از آب صحبت کرد. فقط از من از اسم آسین برخوا به خاطر خشک سالی اومدیم اینجا. آب نبود اونجا. بله اینجا آبش نسبتا به اونجا بهتر. بعد از چند کیلومتر رسیدیم به مزرعه دیگه. چند تا خونه هم اونجا بود. نمیشه گفت اونجا روستا بود یا آبادی. جز یه مرد هیچکی اونجا نبود. ولی جاده ادامه داشت، پس ما هم ادامه دادیم. مناظر اطراف احساس خوبی داشت، احساس بک بودن. با همین فکر پیش می رفتیم که بعد از 7-8 کیلومتر یه بنای تاریخی از دور پدیدار شد. می خورد کاروانسرا باشه. قبل از دیدن این بنا به بک بودن صحرا فکر میکردم. حالا به اینکه اینجا یه زمانی یه جاده اصلی بوده، یه شاهراه، یه گذرگاهی که روزگاری خیلی ازش رد میشدن. چه جمعیتی! بدون تعلل پیچیدیم سمت کاروانسرا. این آقا به همراه خانوادهش اینجا مشغول کشاورزی و دامداریه، ولی انگار اون هم اهل دل بود. با ما همراه شد که این بنای پیر رو رو به موت رو نشونه بده. با دیدن این تاریخ آجری وسط صحرا احساس خوبی داشتم، ولی با دیدن در و دیوار ویرونش دلمون گرفت. غیر از باد و بارون که باعث خرابی این بنا شده بود، بی لطفی بعضی هم به اون سرعت و شدت داده بود. اینجا رو کندن بیارن ببین رفتن تو قنات ما. ببین رشته اینا رو نگاه کن.
و تمام آثاری که خراب کردن کندن برن سوراخ کردن، بعد که سوراخ کردن رفتن تو قنات دنو. قنات دنو یه رشتهش از زیر اینجا میره، میره تا اسوالد. دهنو که میگم مال 3000 سال پیشه، مال قبل از هخامنشی ها، اینجا که مهندس اومده سنگچینی های قنات ها دیده. الان خودت هم میخوایم بریم سنگچینی هاش هم نشونت میدم، میگه اینا قبل از هخامنشی ها، یعنی قبل از قنات میمه و وزبون هم هستین. وقت این رشتش یکی اینجا بوده، اینا به خاطرش که حالا چیزی بوده تو اینجا یا چیزی نبوده، من کندن رفتن تو رشته قنات، قنات ما هم کور کردن از همینجا. اومدن چادر زده بودم، ببین چقدر گل ریختن بیرون. من خودم با هزار بدبختی کردمشون بیرون. شب که میمدن این همه رو کندن رو اینجا رو شب میکندن میریختن بیرون. ما نبودیم. ما را 3 سالی که ما اینجا دیگه کسی جرات نمیکنه بیاد. خیلی هم با ما درگیر شدن که نباشیم اینجا. اصلا تاقایی که الان میبینی دنیا بکنن الان نمیتونن این همچی تاق بزنن. نگه بازسازی باشه ایران برای حرف برای گفتن داره. برای درست کردن این تاق‌ها به زحمت و همت و خیلی چیزا نیازه، ولی برای خراب کردنش به هیچی نیاز نیست. اسب و شتر و استبل شده که این قسمتش کلن با این اینجا را کسی باشه که بیاد هزینه کنه، حالا یا دولت کمک کنه تعمیرش کنه، تمیزش کنه، توریست بخواد بیاد از کشورهای خارجی، ایرانی خودمون، بده 50 میلیون درآمد داره، میشه برای منطقه، برای روستاها هم یه درآمدزایی میشه. دوست جدیدمون همراه پسرش ما رو به جای قدیمی تر بود. چندین هزار ساله که اصلا همینجا مونده. اینجا قبلا قلعه بوده، بعد اون قلعه رو شاه عباس میسازه. این قبل از اونه. چون آثار خونه‌هاش اینجا هست، الان نشونت میدم که برای مستنده. بیاد اینجا به بالا. اینا جا روستاهای قدیمه، جا خونه هایی که خراب شده. چون ما بیل که آوردیم پیاش پیداست. اینجا که بیل خواستیم پاکیز بزنیم پیاش باشه. الان شده کوره را گمنامه. الان گمنامه، هیچ کم نمیدونه اینجا. اینم آثار کوزه هایی که تو شده. الان اون کنده که برید آخرش سالمه سالمه. یه آبادی خیلی کوچیک رو رد کردیم. جاده داشت آروم کمرنگ تر می شود، یعنی به تهش نزدیک بودیم. حدود
حدود 10 کیلومتر رفتیم ولی جاده همچنان ادامه داشت. با اینکه آفتاب تیزتر از پیش میتابید اما هوا کمی خنک‌تر شده، یعنی خبرهای خوبی در راه. با دیدن یه گله منتظر پدیدار شدن یه روستا بودیم که یه چیز عجیبتر پدیدار شد. نه روستا بود، نه آبادی بود، نه مزرعه، چند تا خونه ییلاقی گلی ساده خیلی زیبا. حسای جدید. من فکر میکنم هیچ چیز لذت بخشتر از حس تازه کشف شده نیست. با دیدن اینجا حس جدیدی داشتیم. بدون هماهنگی و با کنجکاوی رفتیم که بریم توی کلبه ها. یکی رو انتخاب کردیم. اگه دو بز باشه که مرزی از ارتشه میدیشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. الله یسمری. بده. 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 منطقه یه ایلاقی تو بله اینجا ایلاقی بوده. آجی ببریم فیلم عبازا بگیریم.
دو تنها واژه‌ای که در وصف این مردم میشه گفت مهربانی، سادگی، پاکی و البته زحمت و رنج. بعد از اون عظمت تاریخی که در دل اون صحرا پنهان بود، به یک عظمت فرهنگی غنی و کهن که در دل این صحرا نهفته بود رسیده بودیم. مهربانی از آن ایرانی بوده و این مردم همچنان اون رو پاس داشتن. خانه خان بریم بفرم. رفتیم کلبه پیرترین و بزرگترین فرد اونجا. به گرمی ما رو پذیرفت و با سادگی برخورد کرد، با افتادگی صحبت کرد و با مهربانی پذیرایی. از مشکلات و خوبی‌ها و بدی‌ها حرف زد، ولی چیزی که خیلی دوست داشت از اون حرف بزنه بارون بود. بارون کشت کار میکنم چوقده بله حاصل دارم اونجا آبروی میکنم و این کارا رو میکنم. بله خراب کردن خونه هم آبادی. آره بعضی ها اینجا رو خراب کردن. خب میگم سزر در اینجا میگم بیشی اینجا در خوب میگم خراب هم میکنم. این شده یعنی برای آتشی که دیگه چیزی ندارن اینجا رو خراب میکنن، خود چوبشه میگیرن آتش میکنن، یک کباب یک انگونی هم درست میکنن. آره خرابکاری میکنن. همسر مهربونش از ما با دوغ بز پذیرایی کرد. توی کلبه به جز سادگی خیلی هم خنک بود، بدون برق و بیخبری، جایی که موبایلم آنتن نداشت. اغراق نکنم انگار رفته بودیم 200 سال پیش. البته با توجه به صحبت‌های آقای انصاری اونجا توسط چند نسل پیشش دایر شده بود و تا الان مکان ییلاق بوده و خواهد بود. به راه ادامه دادیم و دوباره زدیم به جاده. این بار هم نما پرسیدیم این جاده کجاست و نه کسی گفت که میخواید کجا برید. Thank you.
حدود 5-6 کیلومتر رفتیم تا رسیدیم به اینجا. برکه، دشت، درخت، بیشه، کوه، صخره و چند تا خونه زیبا و البته صدای آب. آبادی یه ایلاقیه یا زمستون هم اینجا هستی؟ زمستون هم هستیم، بله زمستون هم هستیم. برای 21 که هستن که دائمی هستن، 20 نفر هستن که دائمی هستن. شغلتون هم دامداری؟ دامداری یا کشو برزی ها. اما این زیبایی های بکر ته ماجرا نبود. راه ادامه داشت. جاده خاکی شده بود ولی انگار میخواست ما را ببره جای دیگه. کجا؟ کسی چه میدونه؟ پس با ما باشید تا ببینیم ته این راه به کجا میرسه. آیا راه و جاده پایان هم داره؟ باید دید.